برای اینکه جو بازار رو بهتر در جریان قرار بگیریم، من سخام صحبت کنم با جناب آقای محمد یوسف امین داور، مدیر سرمایه گذاری پردازش اطلاعات مالی پارت. جناب آقای امین داور سلام، صبحتون بخیر، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خب بازار سرمایه رو داریم میبینیم، الان بیش از 20,000 واحد رشد کرده، حجم معاملات هم تا اینجای کار رفته بالای 2000 میلیارد تومان، همچنان هم صف خریدهای چند صد میلیونی رو سهام‌های بزرگ بازار داریم. این در حالیه که بازارهای جهانی تا حدودی متعادل هستن، یک مقدارم دوباره احتمالاً تحت فشار قرار بگیرن، بازارهای موازی هم کاملاً در رکود و ثبات هستن. ارزیابی شما از این شرایط چیه؟ سلام علیکم، روز شما بخیر. عرض کنم خدمت شما که مردم بعد از چند سالها دوباره به بورس آشتی کردن، مثل اینکه این افق تورمی رو که مردم دیدن و حالا احتمال داره امسال به خاطر کسری بودجه دولت هم باشیم مواجه باشیم، و همینطور دقیقا که شما فهمیدین بسته بودن و حالا بگیم ضعیف بودن بازار موازی مثل ارز و طلا و اینها باعث شده که پول ها به این سمت بیشتر بیاد، سود سپرده بانکی رو کاهش دادن، بانک ها اکثرا دارن رعایت میکنن کاهش سود سپرده بانکی رو. ما خبرهایی که از بازارهای دیگه داریم مثل همین سپرده های بانکی یا بازار طلا، اونجاها عرضه زیاد رفته و خلاصه پلتفرم سخت بازی شده بازار بورس. بله صدای من رو دارید آقای امین داور؟ ببینید بله. البته این جمله آخرتون که گفتید پلتفرم سفته بازی شده بازار بورس، این یه مقدار حالا در موردش بعدا صحبت میکنی. من یه بحثی رو بهش فکر کرده بودم که اینطور مطرح کنم، اگر شما حالا سوالی ندارید من خودم اون مطرح کنم. بله بفرمایید، در خدمتتون هستم. این روزا خیلی بحث حباب داره میشه، ما حباب شناس هم تو اقتصاد ما زیاد شده، یه موقعی میگفتن که من طلا رو با دلار رو با الان میگن بورس رو با. من حالا مطالعاتی که خودم داشتم این بوده که ما حباب رو هیچ وقت به این آسانی تشخیص نمیتونیم بدیم. شما بزرگترین اقتصاددان‌ها و بازارشناسا رو وقتی بررسی می‌کنید نوشته‌هاشون رو، آخرش میگن حباب رو وقتی ترکید میشه گفت که حباب بوده. الان که توش هستیم بگیم حباب بوده، خیلی از چند ماه پیش دارم میگن حباب بوده و به زودی این بازار ریزشش قریب الوقوع و اینها، نه نمیتونیم بگیم بازار حبابه. اما من میتونم بگم بازارمون یه شور غیر منطقی داره، یعنی منطقهای اقتصادی و مالی که ما بر اساس اون سهم رو بررسی میکردیم الان کلا تغییر کرده و نگاه ما این مدار عوض شده، از اون بنیانهای اقتصادی فاصله گرفته و این خبر خیلی خوبی نیست. البته یعنی هیجانی شدن این بازار دفعه گذشته ما دیدیم نتایج خوبی به بار نیاورده. امیدوارم که حالا با تدبیر مدیران و بزرگان بازار این دفعه نوسانات و تلاطمات بازاری خود منطقی تر بشه. خب آقای امین داور پول بله پول ادامه داشت صحبت های شما؟ بله. خب پول بزرگی وارد بازار سرمایه شده، چه کار کنیم که این پول در این بازار ماندگار بشه و این پول بمونه تو این بازار و به کسب و کار واقعی کشور ما برسه؟ ببینید بورس خودش به طور غیر مستقیم کسب و کار واقعی کمک میکنه. شما ببینید ارزهای اولیه که این چند وقت شده چند صد میلیارد تومان پول بوده صاحبان کسب و کار منتقل کرده، به این پولهایی بودن که دست امثال من و شما بودن، ما هیچ کدوم کارآفرین نیستیم. با عرضه های اولیه و بعد ادامه اون عرضه ها پول خود به خود به دست اونها میره. من فکر میکنم واسه ماندگاری این پول بهتره که الان تمام انرژی بورس ها، یعنی بورس ها و بورس سازمان بورس روی پذیرش متمرکز بشه. الان هر چقدر بتونیم ما پذیرش بکنیم بیشتر میتونیم سهام مردم بفروشیم. من اون حالا زمانهایی که مجمع میرم خیلی اصلا میبینم که بعد از مثلا گذشت 6 ماه یک سال از عرضه یه سهم هنوز اونهایی که دارن توی مجمع شرکت میکنن تعداد سهمشون به دست روز عرضه اولیه است و این خیلی برای من جالبه. من خودم باور نمیکردم مثلا یه عده ای بعد از دو سال مثلا اون سهم عرضه اولیه رو نصف کنن. لذا من فکر میکنم بهترین کاری که میشه کرد در مقابل این سیل، من واقعا به این جریان نقدینگی به سمت بازار رو میگم یک سیل. این سیل رو ما به هر حال خرابه یه بار میره، ولی باید تا جای ممکن با حالا تمهیدات مختلف مثل ارز اولیه، مثل راه اندازی ابزارهای جدید،
از اون سعی کنیم استفاده کنیم یا یه بخش بیشتری از اون رو توی بازارمون نگه داریم. که این حالا چون آقای توقالی گفت رئیس جدید سازمان هم اخیرا منصوب شدن، فکر میکنم یه جورایی کار ایشون خیلی سنگین تر از رؤسای قبلی هستش در این شرایط. اتفاقا سوال آخرم هم همین اساس هستش که خب آقای دکتر قالیباف آمدن و قبول سمت کردن، توصیه شما به عنوان یک فعال با سابقه بازار سرمایه به ایشون تو این فضایی که در اقتصادمون قرار گرفتیم به چه ترتیبیه؟ ببینید اولا من ازشون متشکرم، در واقعا در زمان خطیر و سختی بازار اصلا صدای شما یک دفعه عالی شد آقای امین داور، کاش که از اول اینجوری بود. این دیگه به عهده مخابرات دیگه، فکر کنم بازار خوب شد صدای شما همچین در اومد دیگه. اما که بازار اینجا نگاه نمی کنم که اصلا پرت میشم. عرضم خدمت شما که ببینید من فکر میکنم که در این شرایط مهمترین کاری که باید حالا ایشون مد نظر قرار بده تسهیل شرایط واسه ورود همین سرمایه‌های جدید به بازاره. یه بحثش بحث همون پذیرش ها بود که من عرض کردم چند دقیقه پیش، اما ما یه به اصطلاح امکاناتی تو این بازار احتیاج داریم. یه امکان خیلی مهممون همین سیستم معاملاتی است. سیستم معاملاتی خب زمانی که تعویض شد خیلی خوب بود، یعنی ما سال 85 و 6 و 7 که این سیستم جدید کم کم داشت حالا بحث اومدنش بود و اومد و بعد حالا مستقر شد و اینها، ما روزی مثلا 10,000 معامله 12,000 معامله داشتیم. خب یه سیستم آورد تا روز 1,000,000 معامله 2,000,000 معامله رو پاسخ بده، اما الان که به مرزهای اون نزدیک شدیم دیگه این سیستم فعلی هم پاسخ نمیده. باید یک تغییر ایجاد بشه. یه خورده جرأت و شجاعت مدیریتی میخواد. چون دیگه تغییر سیستم کار خیلی از لحاظ مدیریتی خطرناکیه. کافیه سیستم جدید دو روز کار نکنه، مثلا آبروی اون مدیری که این کارو کرده خلاصه از بین میره. لذا یه برنامه‌ریزی دقیق ایشون باید بکنه به نظر من واسه تغییر سیستم معاملاتی. حالا همینو ارتقا بدن، من خیلی صاحب نظر نیستم تو بحثای آیتی، همینو ارتقا بدن، سیستم جدیدی از خارج بخرن، اصلا بدن بچه های خودمون اینجا بنویسن، من نمیدونم کدوم کارش بهتره. البته دومین کار ببینید، ما شرکت CDS رو راه انداختیم برای اینکه کارهای مختلفی تو بازار انجام بده. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وجود. بله سپرده‌گذاری مرکزی، درست میفهمم، من باید اینو میگفتم. ببینید این رو انداختیم که تسهیل کار مردم بشه، اما عملا به امور جاری پرداخته. این یکی از کارهای خیلی مهمه که این سال هاست انجام نداده و حالا با سجام گویا داره انجام میده و قصدش رو داره انجام بده، جمع کردن دی پی اس ها و سودای نقدیه. خب ببینید الان شرکت ها زحمت زیادی میکشن، اما واقعا دریافت سود نقدی حتی واسه کسی مثل من یه پروژه‌ای شده. من مجبورم هر سال یه وقتی رو بذارم با شرکت‌ها تماس بگیرم، یه عده بعد بریم بانک ایکس و ایگرگ پولمون رو بگیریم، یه عده مثلا میان شماره حساب بده، بعد حالا شماره حساب رو میدیم، میان فکست پول نیومده، الی آخر حالا داستان داره. این اگه یه مسیر ثابتی باشه که بابا جون شماره حساب تو اینجا وارد کن، همه شرکتایی که سود طلبکاری به این حساب می‌ریزن. خب این کار کیه؟ نه کار کارگزار، نه کار هیچ کس دیگه نیست. این کار همین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باید باشه. من این به عنوان پیشنهاد گفتم، این همه کاری که تسهیل میکنه حضور مردم در بورس رو. این مردمی که اینجا اومدن بالاخره شغل دیگه ای دارن، یا حالا چه میدونم کارمندن، یا مغازه دارن، یا دانشجوان، یا اصلا راننده تاکسی ان، یا هر چیزی دیگه، این امور اجرایی رو وقت ندارن انجام بدن، حداقل امور اجرایی براشون آسون بود. و آخر این که من میخوام به آقای دکتر قالیباف توصیه کنم، حالا تو اینجور بزرگ ما هستن، من هم از لحاظ سنی، هم از لحاظ تجربی و هم از لحاظ دانش از ایشون کمترم، ولی خب به عنوان یک برادر کوچکتر عرض میکنم که آی دکتر خودتون و مدیران همکارتون رو اجازه ندید با روند بازار بجنگن. البته من میدونم بازار هیجانی شده، منم به عنوان یک فعال بازار از این هیجان یه مقداری ترس دارم، ولی خب ما هر چند سال یه بار، 5 سالی، 6 سالی، 10 سالی یه باری این روند رو و این هجوم رو میبینیم. البته این روند رو به صعود، یعنی ما هر دفعه که از این روندهای صعودی و این هجوم ها خارج میشیم، جایی که بازار هست از جای قبلش خیلی بالاتر. خب لذا من میدونم که ممکنه ما در ماهای آینده یا سال آتی روزهای سختی رو توی بازار داشته باشیم. به هر حال این روند و این دویدن ما نمیتونه تا ابد ادامه داشته باشه. من وقتی مثال میزنم، یعنی حتی وقتی شما یک گله گاو وحشی هم دارن میدونن توی یه دشت،
این دشت بالاخره یه جا تموم میشه، حالا انتهاش دره است، رودخانه است، کوه، من نمیدونم. و این هیجان شدیدی که تو بازار ما داریم میبینیم که همه دارن میدونن، یه جا باید تموم بشه و یه جوری باید تموم بشه. نمیدونم چه جوری تموم میشه و کی تموم میشه، احتمالا اتفاقات دردناکی آخرش بیفته. اما ما به عنوان و آقای دکتر قالیباف به عنوان ناظران این بازار نباید باش بجنگن، باید یه تسهیلاتی و یه تفکراتی بکنن که اون آخر با حداقل مشکلات این روند به حالت عادیش دوباره برگرد. خیلی ممنون از آقای امین داور که به ما ملحق شدید. انشاءالله روز خوبی داشته باشید.